اما کارای ما رو پشت گوش نندازی ها، کمپس رو فراموش نکنیم. دوبله شده در استدیو جم. پس بالاخره دوست دختری تو پیدا کرد. آره. چقدر عالی، آدم واقعا تعجب میکنه تو این دور زمان همچین عشقی. آره، در اصل ما اصلا از هم دور نموندی. اگرچه ممکنه به نظرتون یکم رویایی باشه، اما ما بدون دیدن همدیگه میتونیم صدای همدیگه رو بشنویم. باورتون میشه؟ کاملا درست. یعنی برای همین کسی نمیتونه به این آسونی ما رو از هم جدا کنه. پس بخوریم. پس من براتون یکم آب خنک بیارم. یه وقت از گلوتون رد نمیشه، بخورین گیر نکنه. در میزنن، درم باز کنم. بازم تو؟ تو بازم جلوی من سبز شدی خاله؟ چه خاله ای جانم؟ من چرا باید خاله شما باشه؟ خاله که میگم به احترام سنتونه. بگذریم عزیزم، احتمالا باید خدمتکار این خونه باشه. حسرتو ندارم، اینو بگیر آویزون کن و درست دماغ. یه لحظه وایسین ببینم، من نمیتونم شما رو تو این خونه را بدم، شرمنده. شما کی هستی که از من حساب پس میگیرم؟ منم یه جورایی صاحب خونه. گلاس وایسین ببینم بس دیگه، بیان این پالتوتون، اینم کیفتون، هر کی شما رو دعوت کرده خودش بیاد راتون بده تو. سرم باز چی شد؟ چرا داد و بیداد راه انداختی؟ جان ماما، به مادرت خوش آمد نمیگی؟ تو اینجا چی کار؟ من واقعا، اما شما مثلا هنوز اینا رو آویزون نکردی و اینجا فایستدی داری حرف میزنی؟ برو اینا رو آویزون کن. جان چه خدمتکار بدی استخدام کردی. سلام، خدمتکار من نیست مادر، سلام دوست دختر من. او پس این یه فلاکت بزرگتره، یعنی یکم با هم بد آشنا شدی. بله. تو حتما اومدی امبر رو بود. نه، نگران تو بودم. من مشکلی ندادم که نگران باشی، تا الانم کاملا خوب بود. سلام، بریم. وایسا پالتو ما بردارم. خوشگل امره ماما. آخ جانم پسرم، چه سورپرایز خوبی. چه دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. بیا بیا. پرواز چطور بود؟ خوب بود. چقدر خوب شد که اومدی ایما خانوم. واسه چی جشن گرفتیم؟ ما یه کار جدید گرفتیم، لوازم آرایشی ردموند. آفرین، تبریک میگم. حاله چطور؟ خوب هم سنمو ندیدی؟ نه ندیدیم. مامان جون چیزی میخوری؟ آره آره حتما. باشه باشه، خیلی خوب. جی چرا داد میزنی؟ هیما خانم اومده، ساکت باش. خیلی بد داره نگاه میکنه. معلومه که نگاه میکنه، چرا اینطوری داد میزنی؟ ولی واسه داد زدم پیدا کردم، خیلی ساکت شده بودم، دقیقا وقتی اومد ترکیدم. خب چی کار کنم که بد نشدم؟ زود باش بریم باشون آشنا بشیم. باشه. سنمو ندیدی؟ داداشم وقتی مامانم اومد یکم عصبی شد، با هم رفتم برم. آها مامانتونه؟ مامان تو رو با لیلا آشنا میکنم. سلام خانم، خیلی خوشبختم. لیلا منشی من. آه منشیته، خوشبخت شدم. جان
مامان جون، درن مدیر ارشد خلاقیت شرکتمون، در این حال مغز شرکتمون. خیلی خوشبخت. منم عزیزم، در مورد چیز زیادی شنیدم. واقعا؟ سلام، من جیدا. جیدا، خوش آمدید. مامان جون، جیدا هم دوستمون، هم مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکت‌های ورزشی، یعنی اسپورت کمپاس. واقعا؟ بله، خوشبخت شدم. میدونستم امره و جان هوش و زیباییشونو از مادری مثل شما به ارث بردن. آره، مگه نه؟ متشکرم از لطفت جیدا جون. خیلی ممنونم. جان کجا رفته؟ جان خیلی مادرش رو دوست داره، رفت که برام یه هدیه برای خوش آمدگویی بخره. مامان جون، جی جی، اون یکی از کارمنده خوب شرکت ها. سلام حولی خانی. ایما اونم که کنارشه، دختر خوشگلمون گوری. سلام امره جان، بهتره این مراسم آشنایی رو بذاری برای بعدن. من از راه اومدم، خستم عزیزم، خودت باشه. باشه باشه، حق داری. حق با شماست. ما هم کم کم پارتی رو تموم کنیم. شما حتما میخواین خانوادگی با هم راحت حرف بزن. شما چقدر ظریفی درن جان، من ازت واقعا خوشم اومده دختر. واقعا؟ شما هم از من خوشتون اومده؟ از اولش اینو حس کرده بودم. خب دوستان، دیگه کم کم پارتی رو تموم کنیم. زود باشین، شب بخیر. تو یکم بیشتر پیش من بمون تا یکم گپ بزنی. با کمال میل. جی جی، همه چی رو خراب کردی. گفتم بودیا. آره، همه چی رو خراب کردی. بس استرس گرفتم، دستم بی حس شده، حس نداره گلی. باشه بیا. دستم دیگه حس نداره. بیا زود داشت بریم. بهتری جان؟ خوبم، بهترم. اما الان داریم کجا میریم؟ نمیدونم، بریم خونه کوهستانی. الان میخوام از همه آدم ها دور بشم. جان، جان یواش، خیلی داری تون میری. اصلا حواسم نبود، ببخشید، معذرت میخوام. میخوای من رانندگی کنم؟ نه نه، دارم آروم میرم. داری منو نگران میکنی. باشه سنم، دارم آروم میرم دیگه. میخوای من تو رو برسونم خونه؟ یعنی برسونمت بهتره؟ نه نه، من میخوام با تو باشم، یعنی هر جا بری منم باهات میام. پس شرکت کمپس اسپورت و بابات به تو امانت داده، درسته؟ آره، همینطوره هیما خانم. چند ماه پیش مادرم از دست دادم. عالی. شوکه شدم عزیزم، یعنی واقعا ناراحت شدم. خدا رحمتشون کنه، غم آخرتون باشه. ممنونم. حتما پدرتم خیلی ناراحت شد. تونست خودشو جمع و جور کنه؟ راستشون خودشو زود جمع و جور کنه. متشکرم جیدا. ممنونم. پدرتو از قدیما میشناسم. خیلی آدم وسواسی بود. یعنی به هر کسی به این راحتی و پست و مقام نمیداد. آره، بابام حساسه. راستش چقدر داستان زندگی شبیه جانه، مگه نه امره؟ آره آره، از همون اول به جیدا این موضوع گفتم. به خاطر همین ما با هم خیلی دوستیم، زود با هم صمیمی شدیم. عالیه، پس همین اولین بار یه دوست مشترک با جان خواهیم داشت. اینطور به نظر میرسه. کار کردن با آدم بزرگ و با استعدادی مثل جان برام باعث افتخاره. هیما خانم، اگه ازتون اجازه مرخصی بگیرم، بی ادبی که نکردم. اگه قول بدی که دوباره همدیگر رو ببینیم. البته با کمال میل. پس من شماره تو رو از امره میگیرم. باشه، عالیه، بگیرین. خداحافظ جانم. به امید دیدار. بیا من بدرقت کنم. واقعا جنتلمنی، ممنون. شب بخیر. شب بخیر. عالیه، عالی. تازه الان خوش اومدم. آه.
جان اصلا به حرفم گوش نمیدی یا؟ دارم برات میگم که من با مادرت شروع خوبی نداشتم. چه فرقی میکنه سنم؟ اگه شروع خوبی داشتی چی میشد؟ اگه داشتی چی میشد؟ یعنی چه فرقی میکنه مثلا چی میشد؟ میفهمی چی میگم؟ برای من فرقی نداره و هیچ معنایی هم نداره. در ضمن تو فقط دم در دیدیش، اینقدر بزرگش نکن. نه، اولین بار جلوی در ندیدمش. تو نمیدونی که وقتی تو محله همدیگه رو دیدیم چطوری باهاش در و بس کردم. منظور چیه تو محلتون دیدی؟ منظورم جلوی مغازه‌مونه. ما یه گربه به اسم بنجوک داریم. وقتی به ظرف غذای اون لگد زد و من اینو دیدم خیلی عصبانی شدم. اونجا با هم جر و بحثمون شد، اما همچین تصادفی غیر ممکنه. بقالی و گربه و فلان و اینا رو ولش کن. مادرم اومده بود محله شما؟ آره اومده بود محله ما. انگار ماشینش تو محله ما خراب شده بود. حتی یه مدت هم تو مغازه ما منتظر مونده. خدا رو ببین چه تصادفی. منم همینو میگم. چطور همچین تصادفی ممکنه؟ حتی اونجا هم یکم با مادرم بحثش شده. چه این اتفاق افتاده؟ همون موقع که منو رسوندی در خونه محلمون. بعد از اون وقتی دیدم که به ظرف غذای گربه لکت زد عصبانی شدم. من در مورد حیوانات خیلی حساسم، البته تو نمیدونی. تو کار خوبی کردی، کار خیلی خوبی. چرا کار خوبی کردم جان؟ همچین تصادفی غیر ممکنه. چرا همچین چیزی باید سر من بیاد؟ تصادف نیست، یعنی اصلا شانسی نبوده. یعنی چی؟ مادرم اومده بود اونجا آمار بگیره، کاملا مشخصه، میفهمی؟ آمار بگیره؟ آمار چی رو بگیره؟ در مورد تو و خانواده‌ت. اونم روزنامه ها رو خونده، اخبار رو شنیده، کاملا مشخصه. یعنی اومده آمار تو رو بگیره، فهمیدی؟ میخواسته ببینه کی تو زندگی پسرشه که اینقدر عاشقشه، رفته اونو بفهمه. همین. فهمید. خدا میدونه در مورد من چی فکر میکنه. فهمید. آفرین به من. هر چی میخواد بذار فکر کنه سنم، چه فرقی میکنه؟ مهم نیست. یعنی برای من هیچ اهمیتی نداره اون چه فکر میکنه، میفهمی؟ در ضمن اون حق نداره که تو زندگی من دخالت کنه و حرفی هم بزنه. جان، اما اون مادر توئه. مادرم بود. همون موقع که منو ول کرد و رفت. اون الان هیچی نیست. اون فقط مادر امروز، همینو بس. اما بازم سنم، میدونی موضوع اصلی چیه؟ بذار من به تو بگم. موضوع اصلی اینه که چرا بعد از این همه سال هیما خانم از سوراخش اومده بیرون و اومده اینجا. میفهمی؟ موضوع اصلی اینه. من در اصل کنجکاوم اینو بدونم. باید معاشو کوتاه کنه، مدلش هم باید عوض کنه، یکم هم باید تو لباس پوشیدن دقت بیشتری بکنه، اون وقت خوب میشه. میخوای خودت اینو به داداشم بگو؟ مادرها هرچی که میخوان نمیگن، انجام میدن. مگه میشه ندونم؟ خب تو چرا اومدی؟ کنجکاو شدم. قرار نیست در مورد زندگی پسرام تو روزنامه ها بخونم، مگه نه؟ معلومه که بازم دارین اشتباهات بزرگی مرتکب میشین. هر روز پشت سر هم یه جنجال جدید. ببینم، نکنه تو هم از اومدن من ناراحتی؟ نه مامان جون، این چه حرفیه؟ فقط کاش زودتر میگفتی تو من یکم داداشم آماده کنم. بی خیال داداشه، چون هیچ وقت برای همچین چیزی آماده نمیشه. فکر میکنه از من متنفره. اما دقیقاً به موقع اومدم. یعنی چی؟ آخه تو جانو ببین، واقعا با اون دختره رابطه داره؟ چی بود اون اسم واموندش؟ سنم مامان. آه سنم. همدیگر رو دوست دارن و عاشق همن. آره با همن. نه بابا، باور کردنی نیست. راستش رو بخوای پدرت هم به چیزای عادی علاقه داشت، حتما از اون به ارث برده. وقتی گزینه ای مثل جیدا هست. اما یه چیزی بهت بگم، جیدا هم به داداشت علاقه منده. آره، اما اصلا برای داداشم اهمیتی نداره. اشکالی نداره. پس مادرها چی کارن؟ چی کارن؟ راه درسته به بچه هاشون نشون میدن. اما من میگم به نظرم تو این کار دخالت نکن. من میدونم باید چی کار کنم، تو هم تو کار من دخالت نکن. باشه خب، بگو ببینم بابای ناتنیمون اورال خان چطورن؟ جدا شدیم. آه چرا؟ بهتره بگیم از مرد شانس نیاوردم، به جز پسرا. آی بیا بیا اینجا. میخوای در مورد شرف بزنیم؟ نه نمیخوام، چون که ناراحتم میکنه. باشه باشه، اما اگه بخوای تعریف کنی من اینجام. باشه. تو بگو ببینم با آیلین رابطه چطوره؟ خوش میگذره؟ خوب پیش نمیره مامان، جدا شد. چرا؟ باید اینطوری میشد، تفاهم نداشتیم. مامان جون حالا هرچی. چمدونات کجا؟
من چمیدونم رو گذاشتم تو هتل. سریع اومدم تا هرچه زودتر پسرم رو ببینم. بونجو کومو. من راننده رو فرستادم بره. تو میتونی منو برسونی هتل؟ چون تا وقتی من نرم داداشت نمیاد خونه. زنگ بزن بهش خبر بده. خیلی خوب، داداشم هم میشناسی. مادرم. حالا هر چقدرم که اون قبول نکنه. زود باش. باشه، اما اینطوری هم نمیشه. یعنی میخوای تو هتل بمونی؟ فعلا همینجوری خوبه. زود باش. خیلی خوب، باشه. جان، تو رو خدا اینقدر سری بی خیال نشو. شاید مادرت خیلی عوض شده و خیلی پشیمونه. نمیشه؟ نمیشه سانم. یعنی تو مادرمو نمیشناسی. مادرم اگه اینجاست پس یعنی قراره هزار تا بلا سرمون بیاد. اما حداقل به حرفاش گوش بده. شاید اومده اینجا که تو ببخشیش. فکر میکنی چطوری باشه؟ یعنی چطوری تصور میکنی؟ یعنی اون یه داستان غم‌انگیز برام تعریف میکنه و من باورش میکنم و بعدش اونو میبخشم؟ اینطوری تصور میکنی؟ اما تا وقتی که به حرفای مادرت گوش ندی نمیتونی اینو بفهمی. جان، عشق مادر یه چیز دیگه است. یعنی هر آدمی نیازمند عشق و محبت مادرشه. من نیازی به محبت مادرم ندارم سرم. هر چیزی که من نیاز دارم و تو داری. تنها چیزی که نیاز دارم تویی. برای منم همینطوره. ببخشید. لیلا پیام داده. وای خیلی دیر شده. وقتی پیش تو هم نمیفهمم زمان چطوری میگذره. یعنی میگی دیگه وقت رفتنه. کیه؟ جیداست نه؟ جیدا پیام داده؟ چون بوسیدیش برای همین میتونه یه لحظه حسه پارانوید داشته باشه. جیداست؟ سنم امره خانوم محترم رفتن هتل. اونم پیام داده تا منو باخبر کنه. خب پس کمکم کن. پاشیم بریم. کاپشنو بردار. باشه، الان آماده میشم. دوبله شده در استدیو جم. یعنی تو هم از زنه خوشت نیمد نه؟ نه، اصلا ازش خوشم نیمد. به نظرم خیلی سرد بود مامان. خیلی مغرور بود. نه، اومدش. باباست؟ آره، باباته. از دست تو دختر. من اومدم. آی، سنم دیگه کی میتونه باشه؟ آه، مامان خیر باشه. دیگه جلوی در ازم استقبال میکنی؟ دختر، انگار امروز مادر جان اومده بوده. بگو ببینم چیا شده، بگو. چه سرعتی داری. سری خبرها رو رسوندی؟ آره. عجیبه، مگه من غریبم؟ یعنی چی؟ مگه اطلاعات محرمانه است؟ نه، محرمانه نیست. اما میدونی چیه؟ چیزه. بهتره بگی مرموزه. یعنی طرف این بمب پیدا شد. وقتی زنه اومد جان فورا خونه رو ترک کرد. ما رفتیم بیرون. چی؟ آره. نگو دخترم. گفتن. چی داری میگی؟ وای خدا. همون زنه که در موردش حرف میزنی؟ وای، همون زنه که با پولاش پوز داده و بعدش هم با استریل و احسان شغال رو هم ریختن. وای خیلی بد شد. وای، اون مادر جان بوده؟ اومده بوده اینجا تا آمار بگیره. اومده بوده تحقیق کنه ببینه ما چطور خانواده و چه آدمایی هستیم. آره، جانم دقیقا همین حرفا رو زد. خب تابلوه دخترم. بگذاریم، وقتی تو رو دید چی کار کرد؟ بهت تیکه انداخت؟ چی گفت؟ وای باز دوباره عصبانی شدم. بهتره نگیم تیکه بارم کردم. آه چیزه، وقتی زنگ زد و من رفتم در رو باز کردم، وقتی زنه رو دیدم هنوز از دستش عصبانی بودم. بونجوکم هنوز پیدا نکردیم، برای همین اونجا یکم دعوای کوچیک کردیم. جلوی در با هم بحث کرد. چی؟ باورم نمیشه زنم. خوب کاری کرده دخترم. مگه چیه؟ کار خوبی کردی عزیزم. اما وقتی بعدش جان به زنه گفت مامان، من شوکه شدم. واقعا شوکه شدم. برای همین صدام در نیومد. کاش بودی میدیدی جلوی در چه حرفایی بارش کردم. اوف، گفتم هر کی تو رو دعوت کرده خودش بیاد رات بده تو. اینطوری داد زدم. زنه میخواست پالتوشو بده به من. گفتم پالتوتو کیفتو بگیر برو گمشو از اینجا بیرون. خیلی جوگیر شدم. الکی جوگیر شدم. خوش اومدی داداش. ممنونم. رفتش؟ آره؟ آره رفت. یعنی نیازی نیست که بهت کلک بزنم. خیلی خب، حالا برای چی اومده بود؟ یعنی نگو که تو دعوتش کردی بیاد. نه بابا، من دعوتش نکردم. برای منم اومدنش سورپرایز شد. خب در مورد سنم چی بهش گفتی؟ حتی محله‌ای که توی زندگی میکنه رو هم میشناسی؟ من چیزی بهش نگفتم. خب وقتی خبر تو و سنم رو دید از من پرسید و منم تایید کردم.
اما من هیچی بهش نگفتم، هیچی. رفته محله سنمینا، انگار دقیقا همونجا ماشینش خراب شده. ببین چه تصادفی. اگه تو بهش این اطلاعاتو ندادی پس کی داده؟ ها؟ به جز تو کی با مامان در تماسه؟ راستشو بخوای من فقط آیلین به ذهنم میرسه. البته آیلین، یعنی از زیر هر کاری این زن در نیاد نمیشه. چطوری باید از شرش خلاص میشه؟ نگران نباش، من به مامان میگم که نباید باش صمیمی بشه. یعنی راستش بهش گفتم که دیگه از هم جدا بشه. هیچ وقت اینجوری حرف نزن که انگار اون رو نمیشناسی. وقتی تو بهش این اطلاعاتو دادی، وقتی اینو بهش گفتی، میره پیش آیلین باش صمیمی میشه، میره در مورد همه ازش اطلاعات میگیره. منظورمو میفهمی دیگه؟ حق داری. من موندم این یهویی از کجا پیدا شده، نقشش چیه؟ فکر نمیکنم نقشه ای داشته باشه. وقتی فهمید بازداشت شدی زنگ زد، هول کرده بود. منم سعی کردم آرومش کنم اما انگار کافی نبوده. آره نبوده، هیچی کافی نبوده، هیچی برای اون کافی نیست. همه چی باید باب میل اون باشه. بگذاریم، اون نمیتونه زیاد طاقت بیاره، شوهر داره، دو سه روزه حوصله‌اش سر میره و برمیگرده. نه، طلاق گرفته. آها، دیدی؟ بفرما. دلیل اصلی اومدنشو پیدا کردم. یعنی دیدن منو از این جور حرفا همش بهونه بوده. اون دنبال یکی که باز باهاش باشه. باز احتمالاً حوصله‌اش سر میره و میذاره و میره. نه بابا چرت نگو. معلومه که نگران تو هم هست. نگران چیه منه؟ ها؟ نگران چیه؟ بگو. در اصل اون زمان که منو ول کرد و رفت باید نگران میشد. روزای تولدم، روزای مسابقه، روز مادر. بازم بگم؟ باید نگران این میشد که بچهش هر روز منتظر برگشتنش بود. بگذاریم، بهتره بیشتر از این در این مورد حرف نزنیم. من میرم بخوابم. اون دست از سرت بر نمیداره. این خط، این نشون. حالا میبینی. مامان چی کار کنم؟ ازش عذرخواهی کنم؟ چرا ازش عذرخواهی کنی؟ دختر تو که کار بدی نکردی. چی بگم؟ به نظرم همونطور که مامان گفت اومده بود اینجا تا آمار تو بگیره. یعنی وقتی فکر کرد من مستخدم خونم داشت فیلم بازی میکرد. دقیقا. اگه اونجوری باشه میدونی که من باش چی کار کنم. آی مامان جون آروم باش تو رو خدا. بس دیگه، این همه سال اصلا از بچهش هیچ خبری نگرفته، بعد یه هایی پیدا شده. برای چی؟ چون فهمیده جان با تو دوست شده. برای همین اومده اینجا دخترم. فکر کرده ما نمیفهمیم. اما دخترم نمیخواد خودتو تو اصلا کمکم نمیکنی. آره مامان، اینقدر سنمو شیرش نکن. خواهر جون هر چی باشه طرف مادر جانه، یه جوری باید یه راهی پیدا کنی و باهاش کنار بیای. باشه، اون مادرشه. حتی اگه قبولم نکنه مادرشه، دوستش داره، اینو حس کردم. آره ببین، خب یعنی میدونی دخترم، نه هر چی باشه گوشت از استخون جدا نمیکنن. مگه نه؟ مادر و پسرن دیگه، کاریش نمیشه کرد. ما هم با بد تا نمیکنیم، با بی ادب جماعت هم همرنگ نمیشیم. خب چون در شأن ما نیست. بی خیال دخترم، هر کی ازت خوشش نمیاد بره به جهنم. یواش یواش که بشناستت عاشق. دقیقاً همینطوره. نه نه چرا؟ الان دارم میفهمم که جریان چیه. با مامان که حرف زدیم فهمیدم. اتفاقی نیومده بود محلمون. مامان تو چشمامو باز کردی، اتفاقی نبود. نه هیچ کدوم تصادفی نبود. طرف از قصد این کارو اینجوری فکر نکن. نه نه من فهمیدم. نه اینجوری نیست. نه 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 دختر، اصلا اینطوری فکر نکن. نه نه تو دی به ظرف غذای گربه لگد نذار. ببین مگه جان میذاره باهات بدرفتاری کنه؟ نه نه من اصلا شما تو تا باکینی واخش چیزی درست نمیشه. مامان جون من همین الان دارم به تو حق میدم. من اشتباه کردم. من یه چیزی گفتم دختر، این کارو کردی. زود باش گلی، خیلی باشه. کنیم باشه. بیا بری. ای بابا یه لحظه وایسا. اه چی کار میکنی؟ اینجا رو دستمان باشه، خودم تمیزش میکنم. این صدا، این صدا خیلی معروفه. آیلین داره میاد. آیلین نیست، هیما خانومی که داره میاد. حتما حتما میخواد یکی رو اخراج کنه. منم میخواد مطمئنن اخراج کنه. بدبخت شدم، اخراج شدیم هممون. صبح خیر. صبح خیر، خوش اومدیم. صبح خیر. صبح خیر گما خانوم. هولیا هیما خانوم. جی جی اتیوپیه؟ اتیوپی خیلی دوره. مطمئنم میخواد منو اخراج کنه. گلی داره منو اخراج کنه. قهوه رو میگم، دونه های قهوه رو از اتیوپی میارن، بوی محشری داره.
گلی بگو ببینم دونه های قهوه‌مون از اتیوپیه؟ بله بله از اتیوپیه. هیما خانم درست گفتن. چیز هیها خانم، اینو برای شما آماده کرده بودم. مزه خیلی خوبی داره، یه طعم خیلی فوق‌العاده‌ای تو دهن ایجاد میکنه. همون کارمندهی که میخواستم. اسم تو چیه؟ جی جی. خوشم نیمد، پسر نمونه خیلی بهتره. پسر خوب؟ بله. پالتامو بگیر دیگه پسر جون. بله حالیا خانم. هیما خانم صبح بخیر. صبح بخیر جونم. خیلی زود تشریف آوردین، سورپرایز شدیم، خیلی هم خوب شد. کجا باید بشینیم؟ بفرمایین اینجا سرپا نمونین. قهوه ای چیزی بهش دادین؟ قهوه دستشه دستشه، یکم دیدتون رو گسترش بدین درن خانم. پسر نمونه بپا چروک نشه، آخه مارک داره. داری شوخی میکنی گلی جون؟ کاری نکن اوتو رو بدم به خورده تا فهمیدی. مارک دارم هست، همینجوری فرو میکنم تو حلقت گلی، فهمیدی؟ حلقت، فهمیدی؟ سر دستم سنگینی نمیکنه، چون مارک داره برای همینم بهت میسازه. منو عصبی نکن، منو عصبی نکن گلی، فهمیدی؟ بی‌تربیت، بی‌تربیت. اون قهوه رو بده من ببینم، بده من ببینم. باشه داد بزن. اتیوپی بده، قهوه اتیوپیایی به من بده. یه دست ترسیدم نکنه میخواد منو بفرسته اتیوپی. دخترا گشنه میرین؟ مامان جون دیرمون شده، سر را یه چیزی میگیری میخوری. آی سنم تو که خواب نمیموندی، منو بگو بهت اعتماد کردم خواهر جون. خب چی کار کنم، خواب موندم دیگه، خودم هم نفهمیدم. خیلی خوب باشه بریم. بیا برو را بازه دیگه، برو دیگه. آه عثمانه، صبح بخیر. صبح بخیر. میرین سر کار؟ آره دیرمون شده. تو چی؟ تو هم میری سر کار؟ نه من دارم برمیگردم. این وقت صبح؟ سکانسای شب یکم طول کشید. بیاید من برسونمتون. نه نه تو خسته ای، ما خودمون میریم. ما چه خسته ای، بیاید برسونمتون. آی دلم نمیاد، ببین از چشات داره خواب میباره. در ضمن بار اولمونه که دیر کردیم، یه بار چیزی نمیشه. من اما عثمان تو برو خونه استراحت کن. باشه پسر خوب، نمیتونی نظرمو عوض کنی. باشه برای بعد. باشه پس موفق باشی. آره عثمان برو سوار ماشین شو. خب دیگه میبینمت. که دلت نمیاد. خب آره گناه داره، تا صبح کار کردی. آها وای من چی گفتم؟ گفتی دلم نمیاد. آی خب گناه داره دیگه. آره خیلی. زود باش سنم بیا. بودو بودو دیرموشون، زود باش. حوصله آدم ها رو سر میبره، این مفتش داره میگرده. خب داره نگاه میکنه مگه چی؟ باشه اما همه رو تحت فشار قرار داده، یعنی داره به همه فشار. چرت نگو، خیلی هم زنه بانمکیه، باعث میشه که همه اشتباه کنن. اشتباه. خیلی ساکت باش هیما خانم. هیما خانم خیلی خوش اومدین. دارم افتاد. همیگر رو میشنسن دقیقا الان ماجرا شروع میشه بچه. قولی خانم الان اونا چیز ایما. میکنه هیچ کاری نمی کنه، خیلی هم با هم صمیمی هم. به وای چقدر دلم براتون تنگ شده بود. چقدر نه جونم، هرچی پیدا کردم پوشیدم اومدم. چشمه هاتون که دلم آورد، سفارشی هم درسته؟ درسته من آخه اصلم. آخه تو چقدر زود متوجه میشی؟ اصلم فکر کنم که مشکل بینایی داره، داره به آیلین میگه اصلا. دهنه تو ببند، نمیفهمم چی میگه. برای ملکی مادر رو جایی پیدا نکردی؟ منم داشتم همینو. بگذاریم هیما خانم، شما با من بیاییم بریم اتاق امره. درنجی تو شنو... قهوه هیما خانم رو عوض کن بیار. چقدر خوب که تشریف آوردین. الان به من گیر میده. یک دو سه. جی جی. بله. جی جی قهوه. باشه بودو. باشه درن خانم، آروم باشین درن خانم. دارین چی کار میکنین؟ خب این دراکولا شدی. شبیه یه چیزی هست، شبیه چی بود؟ شبیه سوپرمن بود فکر کنم. خب حالتون چطوره؟ اصلا حالم خوب نیست آیلین جون، اصلا. بالاخره سنمو دیدین؟
جایی که گفتم راحت پیدا کردی؟ پیدا کردم. حتی مادرشم دیدم. همون جوری که گفتی. اینا دیگه چجور آدمایین؟ یعنی یه زندگی پایین تر از حد متوسط. معلومه که دنبال پول و ثروت جانن، دنبال مال و اموالش. نه پرسیدیم خانم جون، اما جان اصلا از این خبر نداره، متوجه هیچی نیست. یعنی تازه جالب اینجا سلانم امره رو هدف گرفتن. کی؟ چطور؟ خواهر سنم خانم لیلا. لیلا؟ منشیشو میگی؟ آره، آشنا شدین باهاش؟ آخ دیدمش. آی خدا، پسرای من دست کیا دارن میافتن؟ خب تو و امره چی؟ یعنی امره گفت جدا شدین؟ آره؟ نپرسین، امره خیلی وقته که با هم سرد رفتار میکنه. باور کنید من برای نجات رابطمون هر کاری از دستم میومد کردم، هر چی گفت قبول کردم. اما اون لیلا برای اینکه رابطه ما رو به هم بزنه همه کار کرد. اون روزا اینقدر تنها مونده بودم که تو لحظه نمیدونستم جونم رو نجات بدم یا شرکت رو نجات بدم یا امره رو نجات بدم. نمیدونی، اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم. به خاطر دو تا دوست همه زحمت ها منتباه میشه. ای جانم بیا اینجا، آروم باش عزیز دلم، آروم باش. من دیگه اینجا هم، خیالت راحت باشه، دیگه جایی نمیرم. همه چیا همونطوری که باید باشه درست میکنم. خوب شد اومدین. بیا. من نمیتونم چی کار کنم، نمیتونم ببرمش. بیا اینجا. ببین تلفنم داره زنگ میخوره، ممکنه ضروری باشه. تو اینو بگیر، اینا رو بده بهشون، زود باش. این بچه خیلی عجیبه. من اصرار کردم که برسونمشون، اونم گفت نه دلم نمیاد، خسته ای. داداش فکر نمی کنی زیادی رفتی تو نخ لیلا؟ یعنی چی؟ بر این که عصبی نشی، یعنی ناراحت نشی، دارم جلوی خودم رو میگیرم. اما دیگه نمیتونم بگیرم. مگه همین دو روز پیش با این پسره امره نبود؟ ها؟ من دست و دست هم دیدمشون. آره میدونم، ولی اون مال گذشته بود. اما بالاخره لیلا چهره واقعی امره رو دید. منم با شجاعت رفتم و احساساتمو بهش گفتم. اونم داره یواش یواش حسش عوض میشه نسبت به من. من اعتماد ندارم. اگه یه بار دیگه ناراحتت بکنه با من طرفه. منم اونو ناراحت میکنم. برای من مهم نیست خواهر دوست صمیمی دوست بچگیمونه یا چه میدونم بچه محلمونه. اینا سرم نمیشه داداش. داداش تو واسه من خیلی مهمی. خب من نمیخوام ناراحتی تو رو ببینم. یعنی آخه به جز تو کسی رو ندارم، میفهمی؟ ببین تو برای من خیلی با ارزشی. همه چی رو به راه میشه، حالا میبینی من با لیلا ازدواج میکنم. خب کارهای مغازه چطور پیش میره؟ همه چی خوبه، یعنی منم اینجا شبیه دکارم چون کاری نمیمونه من انجام بدم. این چه حرفیه ابکی؟ من فقط تخم مرغا رو اینجوری میچینم، بعضی وقتا کوفته آرم درست میکنم، یعنی اینجوری. چطوره؟ خب کارهای سریال چطور پیش میره؟ خوب پیش میره، اما بعدن دربارش حرف میزنیم، الان خستم. باشه تو برو استراحت کن. باشه، خسته نباشی. ممنون. مرسی. دوبله شده در استدیو جم. داداش برات پیژامه خزدار گرفتم، اونو بپوش گرم میشی. بیا اینجا. قربونه تو برم من. چه حرفیه داداشی؟ تو نبودی من چی کار میکردم آخه؟ آی چیزه، پتورم برات عوض کردم، تر و تمیزه. گفتم اینطوری راحت استراحت میکنی. باشه باش، میبینمت. باشه